سلام، دیجی داستین هستم، دوباره در یک برنامه جدید جیوان. خیلی از بینندگان برنامه ما و طرفدارامون براشون جای سوال بود، یا اینکه اومده بودن نظرشون نوشته بودن که خب شما یه برنامه نیم ساعته درست میکنین، همش هم بیرونین، دارین یه کاری انجام میدین یا بستنی میخورین، دو تا آهنگ هم مثلا وسطش پخش میکنین. برای همین امروز تصمیم گرفتم شما رو بیارم دفتر اصلی فارسیوان، جایی که محل کار ما هستش، جایی که جیوان اینجا خلق میشه، اینجا شروع میشه و همینطور یه ذره آشنا بشیم با محیط کار ما، یعنی که چجوری کار میکنیم. بریم آهنگ اول این هفته رو گوش کنیم، کلمبند چه خوبه. صدا و حرفای ما رو فقط میزنیم کتا میشنوند، خنده یه کامیون قاچاق و فقط میزونیم کتا میشنوند، گریه های راست و دروغ و فقط میزونیم کتا، تکررات فکر ما رو فقط میزونیم چه خوبه. خب همینطور که میبینین اینجا محل کار منه، اینم کامپیوترمه، اینجا برنامه جیوان ما تدوینش میکنیم، یعنی اون چیزی که شما میبینین مرحله نهایی فاینل جیوان اینجا شکل میگیره. این برنامه هم که الان میبینین برنامه هفته پیشه، اونایی که خب دیدن که دیدن، اونم که ندیدن لطف کنن برن صفحه فیسبوک فارسیوان تو یوتیوب ببینن. اون نیم ساعت برنامه‌ای که برای ما برای شما پخش میکنیم حدوداً اینقدر کاره. این منم که این کارت پستال هم یه سریشو برام فرستادن، یه سریش هم خودم خریدم. این همین تصویر معروف The Whisper یا در گوشی پدرخوانده است، خدا بیامرزدش، مارلون براندو. این پسر کوچولوه داره یه نمایش رو نگاه میکنه، نشون میده دید بچه رو، یا اینکه تو این سطح پوینت آف ویوشو چجوری داره با کنجکاوی به این برنامه نگاه میکنه. اینجا قسمت پروداکشن یا قسمت تولید فارسیوان هستش. اینجا هم دوست عزیز، همکار عزیزم خانم سپیده برنامه چندشنبه این هفته رو داره تدوین میکنه. بریم آهنگ بعدی این هفته رو گوش کنیم، کار جدید سیروان خسرویه به نام کجایی تو. کجایی تو کاش میدیدی، من خسته شدم چجوری شد اون عشق شدید به این آسونی به آخرش رسید. بریم یه چایی بریزیم، یه استراحتی بکنیم، تا اون موقع شما هم یه چایی بریزین، یه میوه پوست بکنین، یه موزیک خوب دالبند لحظه ها را انتظارم. اینو با هم گوش کنیم، برمیگردیم. ابر بیتابه بهارم روز و شب، با کویر افتاد کارم روز و شب، لحظه ها از زیر تو. ای بابا کار خوبی، پینگ پونگ هم خوب نیست ولی فوتبال هم بهتره. این چه مدلی رو بایدیه؟ خب همینطور که میبینین اینجا اتاق استراحتی، اتاق ورزشی ما در اصل میام اینجا ما استرسمون رو خالی کنیم، اون وقتی زیاد بهمون فشار میاد میایم اینجا فشارمون رو خالی کنیم. البته فشار بهش میاد اون وقت فشار وارد دوباره بعد. بریم آهنگ بعدی رو نگاه کنیم از فریدون آسرایی، کار جدیدش، آلبوم جدیدش به نام عشق. یعنی
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی انعکاس کار جدید عرفان موزیک ویدیو جدید عرفانه که هنوز چند روزه که نیومده کلی مخاطب پیدا کرده تو رادیو جوان. قبل از اینکه بریم موزیک ویدیو رو ببینیم میخوام ببرمتون پیش یه نفر ببینیم این موزیک ویدیو اصلا چجوری خلق شده چجوری درست شده. بریم پیش امیر جینیا. آقا جان ویدیو عرفان آقا ویدیو عرفان این تو گرفتی؟ نه من یه روز مثل اون یارو کی بود سیپورت تو سرش نیوتن نشستم چراغ نگاه میکردم که این چرا روشن نمیشه بعد دیدم اوه این چراغ گرده و یه روز زنگ زدم به عرفان گفتم عرفان تو چیزی گرد دوست داری گفت بستگی داره چی باشه گفتم موزیک ویدیو گفت آره بگیریم از اینجا شروع شد همیشه آره طبعا نه دروغه از اینجا شروع شد خب داستان این گفت امیر جینیا خالقه انعکاس موزیک ویدیو جدید عرفان که یه سبک جدید یه نوآوری جدید که تا حالا هیچکی واقعا نکرده. حالا اونایی که موزیک ویدیو رو دیده بودن تیزرش یا موزیک ویدیو رو دیدن گفتن آقا این کروماکیه این فتوشاپ اومدیم پیش خود خالق این اثر برامون توضیح بده همین چجوری درست کردیم دو تا چیزه که اینکه نه من اولین نفر نیستم تو دنیا این کار کرده خاطر اینکه توی مارکت ایرانی من آره تو ایرانی آره به خاطر اینکه قبلا این کار با اولین چیزی که از این درآمد که اصلا با موبایل هم میشد ساختش عکسی بود که میشد تینی بورد یا مثلا پانورامیک فلان درست کردش ولی یه آقای آلمانی هم این کارو کرده ولی فرق من با اون اینه که اون با تایم لپس این کار کرد یعنی با عکس این کار کرد کاری که من کردم فیلم گرفتم و تونستم نقطه دید رو عوض کنم هی ببرم بالا بیارم پایین از این کار و یک سیاه‌پوست هم فکر کنم تو امریکا تو آفریقای جنوبی این کار کرد ولی کلا سه تا ویدیو نه تایم لپس سه تا ویدیو تو این سبک ممکن بیرون باشه کل دنیا ولی تو دبی و تو آسیا و این حرفا نما بود یه سری تصویرهای خالصش رو به ما نشون میدی آره تصویرهای راشش که با 6 تا دوربین فیلم برداری میشه مثلا اینجا مدینه جمعی را که هر کدوم از دوربین ها باید با یه زاویه خاصی یه نمایی رو بگیرن و خودش داره حالا نتیجهش چی شد وقتی اینا رو با هم چیزی و وقتی همین رو با هم چسبونی یه ویدیو خیلی وایدی این شکلی به دست میاری که بعد حالا باید با این با هزار تا مشکل و بدبختی یک چیز گیر شویم این تصویر مثلا اونجا ها بود ولی نه کروماکی و اینا نیست خاصه این که نمیشه برای خسته نباشه همینجور کار بسیار متفاوت و باحالی انجام بده من که خودم خیلی هم لطف بریم انعکاس رو ببینیم میوزیک ویدیو جدید عرفان که از آلبوم خداحافظیشه کار امیر جینیا تاره انعکاس خودیدی که ما چی؟ ما کی؟ چی شکلمون داده؟ آره مغزه پدر رو دارم قلب مادرم و یه اخلاقایی دارم از برادرم و بقیهشم دارم از دورا برم و زخمایی که خوردم توی هر صبح و شبم و دوستی ها بهم یاد دادن تیم یعنی چی 10 سال پایدار مثل ما تیم نهیدی عشق میاد سراغ تو رابطه اول سالها میگذره و هنو یادت هر شب طرز فکرم هم دارم از سفرام از خاطراتی که شدن هم سفرام من صفحه هم پرن از عشق چشام عشقای تیره خودکار رنگ چشام مثل رنگ صدام وجودم رو گرفته هر رگ و بدتر از هر سرطان هم سوز میشم میله ازن از نوسان و میخونم گوشا تو پرشن از نفسان تو همینی هستی که هستی همراه هم فریاد بزن این اخلاق من عوض نیشم واسه حتی یکم همینی هستم که هستم دو دستم فردای
بیا همراه من. بخورم زمین پا میشم یک بار دیگه، تاریخ بهم یاد داد همه چی تکرار میشه. دعا کن هی بگو کجایی نیست خداییم، وقتی بینمون جدایی نیست. از مرز یاد گرفتم جداییم، از زمینیم جنگ واسه یه رهبر رباتی احمق. هیتلر بهم گفت که را پاپاگاندا، دنیا میره به جنگ، پولش تو جیب چهار تا. تو زندان فهمیدم آزادی چیست، اومدم بیرون اینجا هم آزادی نیست. چه گوارا باید بمیری صدا تو بشنم، ولی اینه نمیشته به دنیا صدای کشورم. مصدق با پشت مردم باشی، میاد اکس رو اسمت مثل ملکم با تیر. گاندی میگفت یکی یکی باشیم، قدرت دست مردم. اگه یکی باشیم تو پاک برام همه جور دست شده، گذشت از خودش برا هدفش و حرف و دل. حس میکنم که هوا ما داشت و همینه که چشماش روی کمرم حک شده. رنگ صدام وجودم رو گرفته، هر رگ و بدتر از هر سرطان. پام فوس میشم میله ازن از نفسان و میخونم گوشا تو پرشن از نفسان. تو همینی هستی که هستی، همراه هم فریاد بزن. این اخلاق من عوض نمیشم از حتی یکم. همینی هستم که هستم، تو دستم فردای من. میخوام دریا بشم، چرا میترسی بیا همراه من. اگه از بلندی به ترسی، هیچ وقت نمیتونی بکنی تو پرواز. اگه از مرگ به ترسی، زندگی نمی کنی میرسه به فردا. همه خوش وقتی و میخوان، هیچ کس نمیخواد بکنه واسه شد. آره من تو به یاد داد زیر این سقف هفت رنگ. با پول همه چی میسازن حتی فرهنگ. اروپا گفت هدف و رشدت حد داره، ولی میتونه مردم و سیر نگه داره. آمریکا بهم گفت که با جنگ و بردگی دنیا رو میکشی به قرض و هرزگی. گفت میتونی به هرچی برسی اگه خور بشی زیر قرض و بدهی. اگه کور باشی فقط از تو تلویزیون یاد بگیری تو درس زندگی. ایران از ماسک برماست، چاره ای نیست بال پرواز. برامون نقش بازی میکنن و فرمان میاد از اتاق فرمان. درمان نمیاد سراغ دردام، تو دستام میگیرم اوضاع فردام. تو همینی هستی که هستی، همراه هم فریاد بزن. این اخلاق من عوض نمیشم از حتی یکم. همینی هستم که هستم، تو دستم فردای من. میخوام دریا بشم، چرا میترسی بیا همراه من. اگه از بلندی به ترسی، هیچ وقت نمیتونی بکنی تو پرواز. اگه از مرگ به ترسی، زندگی نمی کنی میرسه به فردا. همه خوش وقتی و میخوان، هیچ کس نمیخواد بکنه واسش دار. آره مجانی نمیاد، هیچ وقت نمیاد بشینی تو صد سال. هستی هر جا باز کد و بال پرواز. آره میزنی در جا، چرا منتظری برسه فردا. هستی هر جا باز کد و بال پرواز. آره میزنی در جا، چرا منتظری برسه فردا. خب چطوری شما؟ خوبی؟ چه عجب بالاخره اومدی تو آفیس بعد از این همه توی رستوران و خیابون و کوچه و دیگه. خودت میدونی که وحید، ما یه روز در هفته میریم فیلم برداری. یه روز هم فقط میرید رستوران. اونم فقط 5 دقیقه با مکان تو رستوران. ولی ببین یک بخش غذا خب معمولا جالبه برای مردم. حالا برای اونم ما 5 دقیقه ضبط میکنید، یه ساعت دقیقاً غذا میخورید، ضبط میکنیم، نیم ساعت برنامه میشه دیگه. مثلاش هم 4 تا آهنگ میذاریم. حالا منم قراره از هفته دیگه شیخ مریدان رو ببرم بیرون. با ما یه رستوران بریم 4 نفره و هم دیگه بریم غذا میخوریم. برنامه رو همینجا ضبط میکشم. در ضمن صحبت شیخ مریدان شد. آقای وحید نیکو، دوست عزیزمون، همکار عزیزم، کارگردان انیمیشن و انیمیتر برنامه شیخ و مریدان و خیلی از برنامه دیگه هستن که حتما با کاراش آشنایی داریم. وحید، راجب شیخ و مریدان یه داستان. یه چیزی من همیشه یه چیزی برام علامت سوال بوده. تو میزت روبروی میز منه، گرگوزاره که میام خستگی در کنم سرم میارم بالا، میبینم یا داری فکر میکنی اصلا هیچ کاری نمیکنی، یا اینکه تون تون داری انیمیشن میکشی، نقاشی میکشی، یا هم نیستی اصلا پایین داری راه میری اینا. خب اون موقع که دارم فکر میکنم، دارم حساب کتاب میکنم، مثلا پول برق و آب و گاز اینا، اون موقع که تونتون دارم میکشم کار عقب مونده، دارم تونتون میکشم تمام بشه. بعدم که نیستم که بلند میشم میرم مثلا یه هوایی بخورم. هوایی بخوری ظرف بگیر. خب این برنامه شیخ مریدان داستانش رو خودت مینویسی، خودت میکشی، خودت انیمیتش رو درست میکنی؟ خودم مینویسم، خودم میکشمش، خودم انیمیتش میکنم. صدا رو سینا دخالت میکنه، بعد خودم میبینم، خودم میخندم، خودم هم لایک میزنی. خب قصه نباشه، کارت بسیار عالیه. خودم با خودم دور خودم جمعم. برای کارت خیلی عالیه، خسته نباشی. مخاطب خوبی داشته، این خوب استقبال کردن مردم از آره، از کامنت هایی که از فیسبوک میگیریم، از شبکه‌های اجتماعی میگیریم، خوب بوده، خدا رو شکر حالا خوب بوده.
ولی خب به هر حال انیمیشن یه کار پرزحمت و سختیه، خودت میدونید. همه اینا رو ظرف یه مدت کوتاهی انجام دادن و با کمترین نیروی کاری اینو در واقع انجام دادن، خیلی شاید یک مقداری اون چیزی که میخواییم نشه، ولی خب با عنوان یک کار تولیدی باید کار برسه برای پخش، سر وقت حاضر شه. بعضی وقتا شاید عادی مثلا موضوع زیاد متوجه صحبت هستم، چون اگه واقعا بخوای انیمیشن درست کنی برای اینکه هیچ جا مثلا فقط برای خودت درست بکنی و هیچ آره یعنی کار تولیدی یه خود فرق داره با کار که همینجور برای دل آدم انجام میده یا درسته. صحبت انیمیشن شد. موزیک ویدیویی که براتون انتخاب کردم بعدی کار جدید همایون شجریان هستش که دیدی حتما. آره همون موزیک ویدیوی خیلی خوبی داشتش، انیمیشن بودش. شعر و آهنگش هم خیلی قشنگه. شعر و آهنگم که ترکیب نوآورانه‌ای بودش. بریم پس موزیک ویدیوی بعدی این هفته رو ببینیم، همایون شجریان، آرایش بلی. دقتی هم میکنی داری میزنی این چرا بالاش میشته این سرما خود من امتحان نمیخوام بکنم نه الان گلوی من خود این ساکسیفونه اصلا احتیاجی به این نداره ولی این بخونه میخواد خیلی با اینکه برعکس گرفته بودی ولی صداش در اومد در اومد بالاخره حالا بعدا خودت در اومد صداشو در بیار خب رسیدیم به قسمت مصاحبه این هفته گفتیم کی بهتر از میثاق دبیری مدیر قسمت صدا و موزیک شبکه فارسیوان میثاق جان تمام کارهای ساختن موزیکای متن پروموشن ها و صداگذاری ها روی سریال های انیمیشن و کلن
چیزایی که دلار انیمیشن هر چی هندونه دم دستش بود گذاشت زیر بغلم. واسه وای صندلیت نیافته. میساق جان یه چند تا از کارهای آخری که انجام دادی برای شبکه که مردم منو آشنایی دارم گوشون آشناس باش میتونی برام بگی؟ آره کاری که آخری که انجام دادیم سریال فریها بود. البته میگم کار خیلی انجام دادیم واسه فارسیبان و فکر می‌کنم فارسیبان اولین شبکه‌ای بود که با این کانسپت با این در واقع قضیه دست و پنجه نرم کرد و این آهنگای سریال رو عوض کرد که تیتراژ خودش رو درست کرد به فارسی. همسایه‌ها شروع کردیم خیلی وقت پیش می‌کنم 4-5 سال پیش بود. پولدار باشم یا نباشم عاشق همسایه هام من با تاکسی عشق به سمت خوشبختی میرونم و سریال همسان بود. با نگاه اول قلب منو دزدیدی تو قلبت خونه ساختم یه خونه پر از بعد یه کارهای متعددی بود و آخریش هم این فریها که فکر می‌کنم مورد استقبال خیلیا قرار گرفته. خیلی قشنگه چون من واقعا از تیتراژش خوشم میاد. از خود اصل اورجینال چند تا ساز می‌زنی؟ میدونم خیلی ولی خودت بگو چند تا می‌زنی. راستش بخوای چند تا ساز می‌نوازی؟ البته مرسی که درست کردی. آره نشمردم تا حالا که چند تا ساز می‌زنم. من علاقه خیلی خاصی دارم به نواختن آلات موسیقی. هرچی هم دم دستم باشه سعی میکنم یه ملودی باهاش بزنم و همه رو واقعا مستر میکنی. واقعا من اینجوری که دیدم من یه کاری رو باید تموم بکنم، یعنی یه کاری شروع بکنم باید تموم باید تمومش کنم. قول نگفتی چند تا ساز هست؟ نمیدونم نشمردم. بعد حالا بعد مصاحبه بشین با هم بشمریم. یه ساز بالا سرت این خیلی جالبه. چیز جالبیه این چش. این یه ساز آفریقایی، یه ساز آفریقایی، نه گیتار نیست. خیلی جالبه. حالا بعدا باید ببینیم میتونی حس بزنی اینو چه جوری میزنن یا نه. بعدا ببینیم. من سوال از هر مهمونی که میاد اینجا میپرسم. حالا بعدا. خب کارهای دیگه غیر از اینکه تو شبکه فارسیوان انجام میدی، تیتراژ برنامه‌ها و تنظیم صدا و اینا، کار موسیقی هم انجام میدی؟ یعنی به عنوان حالا نوازنده، اجرای زنده یا اینکه ساخت آهنگ یا اینکه تنظیم کردن، خوندن؟ هر کاری که انجام میدیم توی فارسیوان برای فارسیوان انجام میشه. فرصت دیگه واسه کار نوازندگی یا اجرای زنده نداریم. البته گروه سرپرست گروه بند برنامه چرشنبه باشی نام که هست. من فکر کردم منظور مثلا اجرای بیرونیه به غیر از آره نه منظور بیرون آره اون که آره اون که 100 درصد اونم به حال جزوی از کارهایی که انجام میدیم توی فارسیوان و به نظر من یکی از بهترین تمرینات من توی موسیقی، فرصتی شد برای من که بتونم به تمریناتم ادامه بدم و آره خیلی خوشحالم از این قضیه. تا حالا خودت فکر کردی که مثلا خواننده بشی؟ دیگه خواه ناخواه دارم میخونم، یعنی روی سریالایی که داریم آهنگاشون میسازیم دارم میخونم، ولی خیلی علاقه به خواننده شدن ندارم. بیشتر دوست دارم توی تنظیم و آهنگسازی خودم رو جلو ببرم تا اینکه یه خواننده باشم. نه. فکر کنم تیتراژ فریها یکی از فیوریتات باشه. آره میگم اون یکی از بهترین کاری بود که انجام دادم. اون بذاری گوش کنی. آره آره حتما چرا که نه. خب افشین جون من اول این آهنگو یه پارت کوچولو کلارینت زدم. میخوام برات بذارم ببینم تو هم دوست داری. من خیلی خودم دوست دارم اون تیکه اولشو. بسیار عالی. عشق تو چشمان واسه پرواز پرند است، امیره اون بر ابرا خاطراتش ولی زنده است. تو همون پرنده بودی که از اینجا پر کشیدی، پر زدی نموندی رفتی، عشق پاکمو ندیدی. بسیار عالی.
حتما آشنایی دارین با تیتراژ سریال فریها کار میرساق دبیری عزیز. خسته نباشی. ممنون از وقتت. میدونم که سرت خیلی شلوغه. صحبت آخر چیزی میخوای اضافه بکنی؟ نه مرسی که وقت رو گذاشتی اومدی و منم تشکر میکنم از بینندگان عزیز فارسیوان، مخصوصا بچه های خوب اینستاگرام که حسابی خجالت میدن. آدرس اینستاگرام من هم هست misaq_dabiri واسه بقیه دوستایی که به صفحه اینستاگرام من تا حالا سر نزدن. ممنون از وقتت که برمو گذاشتیم. سر شروع موفق باشی. بیایم بازم پیش ما. حتما بریم خیابون فری این هفته هم ببینیم. منم بیام با تو. نه دیگه تو خیابون نیا. بریم ویدیو خیابون فری که برای تو انتخاب کردیم. منم بیام. هم ببینیم و با هم میریم. آقا اینم میبریم با خودمون. پاشو بریم. رسیدیم به پایان این هفته برنامه جیوان. مرسی که با ما بودین. تینا شو تایم. اوکی اف کورس جست گیو می 2 مینیتس دات رپ ایت اپ. اوکی ثانک یو. تا حدی محل کار ما رو دیدین، دفتر فارسیوان رو دیدین، با کار ما آشنا شدین. لینک این برنامه در صفحه فیسبوک فارسیوان هستش، میتونین اونجا تو قسمت کامنتش برام نظرات، سوالات یا پیشنهادات خودتون بنویسین. هشتگ ما رو یادتون نره، هشتگ جیوان، هشتگ منو موزیک. فن پیج منو یادتون نره، facebook.com/djdustin1 You remember that. Alright, این اصلا ساعت نداره، نمیدونم چی به من نشون میده. تا هفته دیگه برنامه دیگه جیوان، شما رو خدای بزرگ میسپارم. برنامه چند شب واسیرم یادتون نره، بعد از برنامه ما مستقیم پخش میشه. خداحافظ.